حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. آقای نایب هاشم، این گزارش چه جزئیاتی داره؟ بیشتر بشنویم از شما. با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. خب جزئیات این گزارش هم مثل گزارش بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر دیگه شرحی داده در مورد این واقعه که در کشور، خب ولی نکات معینی رو داره. خب در این گزارش با خانم کوثر افتخاری و آقای حسین نوری نیکو صحبت شده، دو نفر از کسانی که به طور مشخص در خارج کشور هستن، در حال حاضر در شورای حقوق بشر حضور داشتن در این هفته که به پایان داریم میرسونیم و به هر حال مشاهدات خودشون رو بیان کردن، به اضافه اینکه خب مطرح شده از اینکه این کور کردن ها عمدی بوده و اینکه در واقع الگوهای ترسناک در خشونت رسمی ایران وجود داره، مثل حمله به زنان به صورتشون، به سینه‌شون، به ناحیه تناسلیشون. به هر حال نوع برخوردی که با زنها داشتن متفاوت بوده با مردان، چون اونا رو بیشتر از پشت و پاها مورد اصابت گلوله قرار دادن. و در این اشاره کرده که هرچند که از 120 بیش از 125 نفر به 120 نفر صحبت کرده، ولی به طور مشخص در همین گزارش هم گفته که تعداد چشمهایی که، یعنی تعداد کسانی که آسیب دیده چشمی هستن، از 500 نفر هم تجاوز میکنه. اهمیت تهیه چنین گزارش‌هایی چه هست از سوی چنین نهادهایی به باور شما؟ خب این هم یک نهاد حقوق بشری و هم یک نهاد دانشگاهی. بنابراین وقتی یک نهاد دانشگاهی نسبت به یه موضوع حرکت میکنه، اعتبار دانشگاهی خودش رو هم در کنار اعتبار در واقع فعالیت عمومیش داره و بنابراین از این نظر اهمیت ویژه داره، چون طبیعیه که به دانشگاه توجه بیشتری میشه، راستی آزمایشاشون راحت‌تر، متدهای علمی رو به کار میبرن در کار خودشون. بنابراین از این نظر اهمیت بیشتری داره که این مرکز دانشگاهی این کار رو کرده و خب طبیعیه که توجه محافل بین‌المللی و دادگاه هم به این موضوع میتونه بیشتر باشه. یعنی در نهایت آیا چنین گزارش هایی میتونه به یک پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی منتهی بشه؟ دقیقاً این مجموعه این گزارش‌ها هستش که میتونه به این مرحله برسه. بسیاری از کشورها هستن که از همین الان کسانی که قربانی نقض حقوق بشر هستن میتونن از همین الان بعد از گزارش کمیته حقیقت‌یاب بهش مواجه باش، در واقع از بر مبنای مطالبی که در اون گزارش به خصوص مبسوط اون گزارش حدود 450 صفحه‌ای داریم، چه حتی یکم بیشتر، که تمام مسائل مربوط به مشاهدات خودش رو عملا بیان کرده، از اون کاملا میشه استفاده کرد، استفاده حقوقی معین میشه کرد. دو چند راه در واقع داره برای استفاده حقوقی. یکیش مسئله اینه که همونجور که گفتم بسیاری از دادگاه‌های ملی کشورها میتونن رویه صلاحیت قضایی جهانی رو پی ببرن، مثل اون چیزی که در مورد دادگاه حمید نوری شاهد بودیم و از همین الان همونجور که مثلا در آلمان در مورد قربانیان جنایت بشار اسد هست، در سوریه میتونن قربانیان مراجعه کنن، از همین الان میتونن به دادگاه‌های آلمان مثلا به طور مشخص مراجعه کنن قربانیان. این یک روند هست. روند دیگه این هستش که دادگاه بین‌المللی دادگستری میتونه وارد این قضیه بشه بعد از به خصوص گزارش مبسوط هیئت حقیقت‌یاب، و به این صورت هستش که باید یک کشوری در واقع به خاطر مجموعه نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو به دادگاه فرا بخونه. قاعدتا باید کشوری باشه که خودش خب پرونده حقوق بشری خوبی رو داشته باشه در سطح بین المللی و همچنین خب به موضوع زن، زندگی، آزادی علاقه داشته باشه. سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش همراه ما.